با سلام و درود خدمت دوستان، رسیدیم به درس 105 از آموزش زبان فرانسه از روی کتاب التقگوی 1. امروز میخوام کاربرد حروف اضافی دو و ا رو برای غذاها استفاده بکنیم، ببینیم کجا از دو استفاده کنیم، کجا از ا استفاده بکنیم و یه متن رو هم با هم دیگه بخونیم. اگه این سری ویدیوها رو دوست دارین و خوشتون میاد، لطفاً این ویدیوها رو لایک بکنید، در کانال منم سابسکرایب بکنید، به دوستاتونم معرفی بکنید. خب رسیدیم به صفحه 115 کتاب التقگوی 1. اینجا یه نکته‌ای هست راجع به مواد تشکیل دهنده غذاها، میخوام بهتون بگم. اندیکه لانگردیان پرنسیپال دامپلا، یعنی نشون دادن انگردیان یعنی مواد تشکیل دهنده، پرنسیپال یعنی اصلی، دامپلا پلا یعنی یه غذا، خب یه خورشت مثلا. این از دو استفاده میشه، این سالاد دو تومات یعنی سالاد گوجه فرنگی، این کمپوت، کمپوت دو پوم، کمپوت سیب. ولی اگه میخوام طعمشون نشون بدم، اندیکه انگردیان امپورتان، یه مواد تشکیل دهنده مهم، لو پارفوم یعنی بوی اون مربوط به اون بو، او اون فاسون دو پرپاره یا یک شکلی از آماده کردن، مثلا د پات الا بولونز یعنی ماکارونی به سبک بولونز، این موس او شوکولا یعنی موسی که طعم شکلات داره، دو پوله ال لستراگون یعنی مرغی که طعم ترخون داره، ا یاور او فرز پس میشه ماست میوه‌ای با طعم توت فرنگی. پس نگاه کنید، اگر میخوایم بگیم یه چیزی این مواد تشکیل دهنده اصلیه، از دو استفاده میکنیم، ولی برای طعم و بو و شیوه از ا استفاده میکنیم، اویرا یا او بستگی داره، او در واقع با جمع این هم ا لو بوده شده او. خب میرسیم به صفحه 115، میگه لی روپا ان فرانس یعنی غذاها، روپا یعنی غذا، لی روپا یعنی غذاها، یعنی اس آخرش خونده نمیشه، ان فرانس در فرانسه، ابزروه سه منو دون کانتین scolaire française. Observez یعنی نگاه بکنید، سه منو این منوا رو، دون کانتین scolaire، کانتین غذاخوریه توی محل کار و توی دانشگاه رو بهش میگن کانتین، scolaire هم یعنی مدرسه دانشگاهی، مربوط به دانشگاه یا مدرسه است، یعنی غذاخوریه یه مدرسه فرانسوی. ببینید چه منوی، این منوی هستش که با هم دیگه دیدیم، تا الان بررسیش کردیم، کمپلته، کمپلته یعنی کامل بکنید، لو تکست سویوان، متن زیر رو، سور لی روپا ان فرانس، در مورد غذاها توی کشور فرانسه، اروپا اوردینر یعنی یه غذای معمولی ان فرانس توی کشور فرانسه، کمپورت تشکیل میشه، ان جنرال، ان جنرال یعنی به طور کلی، به طور عمومی، پختی، پختی یعنی بخش، از چند قسمت تقسیم تشکیل میشه، تو منو دیدیم با هم دیگه، این منو است، یه بخش آنتره داره، پیش غذاست، پلات پرنسیپل داره دوتا، فرماژ سه تا و دسر هم چهار تا، بس چهار تا بخش تشکیل شده. پس اینجا میشه کتر و پختی، چهار تا قسمت داره، این آنتره، یه پیش غذا، ا پلات پرنسیپل دو فرماژ پنیر او ا پرودوی لتیر یا یک محصول مربوط به شیر یعنی یا لبنی، مثل لبنیات، بخاطر یه یکی از روزا اینا ماست میوهی داشتن، پوی ا دسر، پوی یعنی بعدش، بعدش هم یه دسر، پور لو پلا پرنسیپال برای غذای اصلی، ایلیا دو لا، ایلیا یعنی وجود داره، چی وجود داره، یکی از اونها رو باید تو مهمنو ببینیم، دزر یعنی یا FSش خونده نمیشه، یعنی جمع تخم مرغ، تخم مرغ او دو. خب بریم تو منو ببینیم که چه چیزایی داریم، یکی با ل شروع میشه، یکی هم با ای شروع میشه، با او شروع میشه. پس غذای اصلی میتونه از پوله شروع بشه، از پوله تشکیل بشه و برای اون حالتی که مثلا حالت به اصطلاح مؤنث داره میتونه از بولت استفاده بکنیم، avec des légumes به همراه سبزیجات، du riz با برنج، ou des pâtes. pour
لانتره برای پیش غذا اون تروف یعنی پیدا میکنیم، یعنی هست وجود داره. پرنسیپالمون این عمدتاً دو کاتگوری الیمانتر، دو تا دستبندی غذایی وجود داره. ده کرودیته یعنی چیزای خام، مثل لگوم کرو یعنی سبزیجات خام و پقفوا و گاهی کوی یعنی پخته شده. سروی فخوا، سروی یعنی سرو میشه، فخوا یعنی به طور سرد سرو میشه. دولا شخکودری یعنی غذای سردی مثل کالباس و سوسیس و ایناست. اینم عکس یک شخکودری بورد که یه سری حالا مثل کالباس و سوسیس غذای سرد گذاشتن روش. سوسیسون یعنی کالباس. پتم اون چیزی تو انگلیسیش میگیم دو، یعنی یه چیزایی مثلا خمیر و چیزایی که این شکلی درست شده مثل نون و اینا رو بهش میگن پته. او کلکوفوا افخوی، یا بعضی مواقع کلکوفوا یعنی بعضی مواقع سامتانگ افخوی میوه، مثل چی؟ مثل مولون، پاملوموس، اووکا. مولون یعنی خربوزه، پاملوموس هم یعنی گریپ فروت، اووکم یعنی آووکادو. لا سوپ ا پلوتو رزروه او دینر، لا سوپ یعنی سوپ، رزروه یعنی رزرو شده. برای چی؟ برای شام. ا پلوتو یعنی پلوتو یعنی به جاش، اوکی؟ در واقع سوپ برای شام رزرو شده. لو دسر ا سوکره، دسر شیرینه، سوکر یعنی شکر، سوکر یعنی شیرینه. سولا یعنی سه هستش. سولا اون پتتر پتر افخوی، میتونه باشه یه میوه و گاتو، گاتو یعنی کیک و شیرینی. اون کرم یا کرم خامه. خب تا اینجای درس کافیه، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. درسای بعدی میریم برای صفحات دیگه این کتاب و مطالب بیشتری رو یاد بگیریم.